سلام رفقا، چطورین؟ من امیرم و به چنل موویشن خیلی خوش اومدین. امروز قراره با همدیگه فیلم آنچارتد رو موشکافی کنیم. قراره چند تا ایسترگ باحال ازش بکشیم بیرون. مثلا اینکه شما میدونستین گوینده نقش نیتن دریک داخل بازی داخل این فیلم هم هستش؟ ایسترگ اولمون در مورد سم دریکه. البته قطعا خودتون متوجه این مورد شدید. توی بازی آنچارتد 4 به نظرم سم به خوبی معرفی نشد، اما داخل فیلم از همون اولش حضور داره. دقیقا مثل بازی برادرای دریک هر دوتاشون داخل پرورشگاه بزرگ شدن، اما برخلاف بازی سم پرورشگاه رو ترک نمیکنه، بلکه از اونجا فرار میکنه. حتی داخل فیلم سم یه رابطه قدیمی با کلوی و سالی داشته. Why the map? It's the biggest treasure that's never been found. 5 billion, easy. But it's... نولان نورت کامئو صدا پیشه نیتن دریک یه صحنه داخل این فیلم بازی میکنه. اون اول نمیدونستیم که صدا پیشه شخصیت نیتن دریک آقای نولان نورت داخل این فیلم هستش یا نه. بعد یهو دیدم داخل یکی از صحنه ها این آقا داخل یه استراحتگاه تو ساحل دریای باندا نشسته و داره استراحت میکنه. اتفاقا با ورژن هالیوودی خودش هم صحبت میکنه و یه جمله باحال میگه. نیتن دریک تام هالند داره ماجرای پریدنش از هواپیما رو تعریف میکنه، اونم داره گوش میده. بعد نولان جواب میده که یه بار همچین چیزی هم برای من اتفاق افتاده. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل موویشن هم سابسکرایب کنین و زنگوله هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین و هم از ما حمایت کرده باشین. برچسب ناتیداگ رو داخل فیلم دیدین؟ وقتی که نیت داره توی چمدون قدیمی یتیم خونه‌اش دنبال کارت پستالای سم میگرده، دوربین واسه یه ثانیه روی یه برچسب میمونه. و از اونجایی که این صحنه خیلی کوتاهه، احتمالاً شما این صحنه رو که لوگوی ناتیداگ یعنی توسعه دهنده‌های سری بازی آنچارتد نشون میده از دست داده باشین. The story. I beg to differ. 500 years ago. اما یکم ظاهر و تیپ و قیافه نیتو بشکافیم ببینیم چه خبره. حالا که صحبت از لباس شد، حدوداً 2/3 فیلم طول میکشه تا تام هالند اون لباس نمادین و اصلی نیتن دریک رو بپوشه، موقعی که از اقیانوس آرام عبور میکنه و در نهایت لباسی رو میپوشه که یکم به لباس نیت داخل بازی نزدیکتره. یه پیرن گشاد، یه شلوار زیتونی رنگ، کلی هم بند و یه کمربند قهوه‌ای کوچیک. این دو تا ایسترگ دیگه‌ای که میگم شاید یه کوچولو فیلمو براتون اسپویل بکنه، البته نه خیلی، ولی اگه زیاد حساسین و فیلمو ندیدین بزنین جلو. Family found the world's biggest fortune. Then was betrayed. People have been searching for it all in vain. صحنه کشتی دزدان دریایی تو قار رو یادتونه؟ این صحنه یکی از صحنه هایی بود که یه جورایی میشه گفت اشاره مستقیم به بازی بود. نیت سرانجام محل طلای ماجلان رو پیدا میکنه که داخل یه جفت کشتی دزد دریایی داخل یه قار روباز بود. اگه بازی آنچارتد ادیپس اند یعنی نسخه 4 آنچارتد رو بازی کرده باشین، احتمالاً این صحنه رو یادتونه. لحظه کشف لیبرتالیا و اون ساعت‌های آخر بازی. Both of you turn your keys clockwise at the same time. Thanks a lot. You almost got me killed. و اما ایسترگ آخر، سم داخل زندان. تو طول فیلم نیت، سالی، کلویی به این باور میرسن که برادر نیت یعنی سم داخل تیراندازی سر طلای ماجلان جون خودشو از دست داده. اما بعد مکان فعلی سم رو نشون میده که داخل یه زندان جهنمی گیر افتاده. اگه بازی ها رو دنبال کرده باشین، طبق بازی احتمالاً سم داخل یه زندان توی پاناماست و برای نیت هم کارت پستال میفرسته تا ثابت کنه هنوز زنده است. اگه دنباله ای از فیلم آنچارتد ساخته بشه، انتظار داریم که کارهای بیشتری از سم توی زندان و حتی فرار کردنش از زندان رو ببینیم. شما چه ایسترگایی از فیلم آنچارتد کشیدید بیرون؟ این زیر حتما برام کامنت کنین. این بغل دوتا ویدیوی دیگه بهتون معرفی میکنم که اگه دوست داشتین حتما یه سری بهشون بزنین. بهترین مینی سریال های جهان و سوتی های سریال جیران. خب رفقا، با آخر این ویدیو رسیدیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل موویشن هم سابسکرایب کنین و زنگوله هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.